به صحت دیشمایا و شلوم حضور دوستان عزیز. مبحثی من امروز در مورد 10 فرمانی که این هفته در پارشای ایترو داشتیم براتون تهیه کردم که خدمتون عرض میکنم. کلن 10 فرمان شروع میشه با میثوتی که بین انسان و حقادش برخوه، یعنی 5 تای اولی تمام دستوراتی است که بین ما و هشم است که در طرف سمت راست اون لوحه اول نوشته شده. در سمت چپ، یعنی اون لوحه دوم، 5 دستور دیگری هست که ما بین هر فردی با دوستش است و این در طرف سمت چپه که هر کدام در مقابل همدیگر هستن، اون 5 تای اولی در مقابل 5 تای دومی. و آخر تمام 10 فرمان که تورا میفهمد اشل رخا، تورا میاد توضیح میده که ما از اینجا میاموزیم که هر 2 دسته با هم در تساوی کامل قرار دارن و کل و اساس و پایه تورا رو تشکیل میدن. کلن هر فرمانی که در طرف راست لوحه قرار داره در مقابل 1 فرمان دیگر در سمت چپ هست و رابطه مستقیم بین هر فرمان و فرمان مقابلش موجود است. البته در بین تنائیم مخلوقیت است که و بحث های مختلف که بر روی این 10 فرمان بحث میکنن، ولی اصل اساسی این که هر فرمان مربوط به اصطلاح بین هشمید برخ و انسان ها با فرمان مقابل اون، یعنی فرمان بین انسان و دوستش مرتبطه و رابطه عمیقی بین این فرامین هست. در کتاب پانیم و فوت توضیح میده که 10 فرمان ها رمز کلی بر تمام توراست، همچنین برابر با تمام تورا. دلیل میاره که تمام حروف 10 فرمان برابر است با 620 حرف، تاو رش خاف 620 که در مقابل 613 میسفوت تورا، این تریک میسفوت، به علاوه 7 میسفای بن نوخ که روی هم 620. راشی زال میفهمد که 613 میسفوت در مقابل 10 فرمانه. یعنی چی؟ بلاتورین توضیح میده که 613 میسفوت بر اساس 613 حروف 10 فرمان ترتیب یافتند و 7 میسپوت دیگر، اون 7 میسپا در داخل همین 10 فرمان موجود است. حال خاتم سفر می نویسن که تعداد حروف 10 فرمان 620 است که گیمتریاش میشه کتر، یعنی تاج. منظور کسی که مشغول به میسپوت و انجام و فرامین تورا میشه او رو مزدکی میکنن به تاج مخصوص تورا و خاص بشانم. بالعکس شخصی که راه خلاف و عکس تورا رو و 10 فرمان رو در پیش بگیره، حروف کتر رو برای اون تبدیل به کارت و ضربت می نمایند. ایشون، یعنی خاتم سفر، همچنین بلاتوریم، هر دو متفقاً توضیح میدن که در شماییم 3 نمونه تاج وجود داره. یکی تاج پادشاهیه که به داوید ملک نسبت داده شده، تاج کهوناست که به ارنکوین نسبت داده شده، ولی تاج تورا که از همه تاجها پر ارزشتره به همه بنی اسرائیل هدیه شد. میدراش ربا میفهمد که 613 حروف 10 فرمان در مقابل 613 دستورات تورا و 7 تای آخرین هم که به صدا آخر 10 فرمان میگه اشر لرعخا در مقابل 7 روز آفرینشه که هدف این بر این هست که هشمید برخ دنیا رو آفرید فقط به زخوت تورات نقدوشا. و براتورین رو این توضیح میده که تعداد کلمات 10 فرمان 172 تاست، یعنی اقب قف عین بت اقب. زمانی که میدونیم که الیزر غلام ابراهام رفت برای خواستگاری
خواستگاری پسر ارباب شیزخاک رفت از ریفقا که به اصطلاح انتخاب کرده بود، تورا فرماد که ویقخ هایش نزم زهاو به قمیش قالو اوش نزمیدیم الیاده ها اسرا زهاو میشقالا. و می فرماد که این شخص که از طرف ابراهام آوینو نماینده میشه میاد برای خواستگاری، میاد اون حلقه های بینی، اون حلقه هایی که اون زمان رسم بوده از طلا میگیره، به قمیشقالو 172 میشقال و میشقال وزنش بوده، دو تا دستبند میاره که بر دستاش میذاره و اسرا زهاو میشقالا که اینا 10 زهاو وزنشون بودن، اسرا زهاو میشقالا که اشاره میکنه بر 10 فرمان که افرام آوینو یعنی به صدا میاد دستورهای تورا رو نگه میداره و از اینجا داره بر ما معلوم میکنه که ابراهام آوینو دستور تورا رو انجام میده، با وجودی که هنوز اون زمان هم تورا داده نشده، ولی تورا میفرماید که اقه بشه شما ابراهام به قولی و اشمور میشمرتی میسفتای خوقوتای به تورا تک، یعنی شهادت میده تورا که با وجودی که هنوز تورا داده نشده بوده ولی ابراهام آوینو تمام میسفت تورا رو انجام میده از رو بقودش. اقیق همون کلمه بقه است که منظور اینه که ابراهام آوینو تمام تریک میسفت رو در قالب 172 کلمه ده فرمان هست انجام میده و آرزو کرده که در آینده هم که فرزندانش صاحب دلوحه تورا مثلا و تمام 620 میسفت تورا رو صاحب بشن و انجام بدن، در نتیجه فرزندانش رو مزدکی به دیهداری میسفت تورا میکنه. به همین دلیل هم وقتی که اومد به اصطلاح هدایایی تهیه کرد برای عروسش و داد به الیزر که بره برای خواستگاری، اینی که تورا میفهمد که نزم زهاب به قمیش قالو اوش نزمیدیم الیاده ها اصلا زهاب میشقالا، این تمام اشاره به دلوهی تورا ده فرمان و به اصطلاح اون تعداد کلماتی که در ده فرمان هست. خزال می‌نویسن که هشمید بارخ 613 میسفوت رو به مشربنو ابلاغ فرمود. دلیل از جمهوری تورا بودیم که تورا می‌فهمد که تورا سیوالانو مشه مراشا قهیلت یعقوف. تورا کلمه تورا برابر با 611 گیمتیاش 611 است و میدونیم که دو دستور اول ده فرمان رو هشمید بارخ خودش اعلام فرموده با دهان خودش، ولی بقیه اون هشمید بارخ از دهان مشربنو اعلام میفرماد، یعنی با صدای هشم ولی از دهان مشربنو. پس تورا سیوالانو تورا برابر است با 611 که مثلا 611 میسفود که مشربنو به ما اعلام فرمود و دو تاشم که از طرف هشم بود 613 تا. حال دو تای اون که گفتیم حق و شروخو از دهان خودش اعلام میکنه و تمام میسفوت که در ده فرمان دستور داده شده که 172 کلمه هست، این همون میراث و مراشا قهیلت یعقوب است که جمله فما تراسی و لانو مشه مراشا قهیلت یعقوب که یعقوب میگیم که یود است و باز اقب یود منظور همون ده فرمان اثرات دیبروت هست و بقیه جمله نام یعقوب آوینو یود که ده فرمان شد و بقیهش عین قوف بت اقف همون 172 کلمه ده فرمانی که میخواد بفهمونه که به ما تمام ده فرمان و تمام تورا از آن یعقوب آوینو بود. ایش یوشفتام اوهالیم کلیه یقار ضمن توضیح یک به یک ده فرمان ها یک پیشنهاد فرضی رو توصیه میکنه که اگه ما هر کدوم از دستورات رو به صورت افقی یعنی در سمت راست که میخونیم یا در همون ردیف مقابل خودش در سمت چپ
با هم مقایسه کنیم، در کنار هم بذاریم، میتونیم تفسیر جالبی رو برای اون پیدا کنیم. اینجوری که خودشون فرمان که منظور فرمان اولی با فرمان ششمی، دومی با هفتمی، فرمان سومی با هشتمی، چهارمی با نهمی و فرمان پنجم با آخرین دستور دهمی مقایسه میکنه و تفسیر جالی رو برای اونها داره که من خدمتتون عرض میکنم. میدونیم که فرمان اول یعنی آنوخی اشملکی خواب من خدای تو هستم، گفتیم که در مقابل اون طرف مقابلش یعنی اون لوحه دوم که به اصطلاح فرمان ششم میشه که لوتیرساخ قتل مکن هست. خب ارتباط آنوخی اشم با لوتیرساخ کیه؟ میفهمه که انسان به شکل الوکیم آفریده شده، به تل ملوکیم. پس کسی که قتل میکنه همانند اینی که به شکل و شمایل خداوند تجاوز کرده. فرمان دوم لوی لخای الوکیم که در مقابل من معبود دیگر رو برای تو وجود نداشته باشه، این در مقابل فرمان هفتم طرف مقابلش لوتین آف زنا نکن قرار داره. منظوری که شریکی رو برای خداوندت قرار نده، یعنی همانند عمل زنا به خداوندت خیانت نکن که به اصطلاح به دیگران روی بیاری. سومین فرمان از اثر دیبرود لوتیسا است، نام خداوندت رو بیهوده به زبان نیار، که در مقابل طرف اون مقابل روبروش چی هست؟ دزدی مکن، اون دستور هشتم لوتیگنو. خب رابطه شون چیه؟ معلومه شخصی که قسم بیهوده و دروغ میخوره در چه هنگام دزدی هم عبایی نداره و قسم دروغ رو به نام هشم هم یاد میکنه. پس اینا رو در مقابل هم نوشته. و دستور چهارم که میفهمه که زاخورتیوم هشبات، این فرمان چهارمه، شبات رو بیاد داشته باش، اون رو مقدس بدون. در مقابل اون فرمان نهم در مقابل خودش هست در اون لوحه دیگر که نوشته که به اصطلاح برای هم نوع شهادت دروغ نده، یاد و نگهداری شبات. این یک شهادتیه که داده میشه که خداوند دنیا رو در 6 روز آفریده و روز هفتم رو مقدس و تعطیل اعلام فرموده. و حال کسی که شبات رو خلل میکنه و بی‌حرمت میکنه همانند اینی که شهادت دروغ داده که خداوند دنیا رو در 6 روز نیافریده. شبات هم مقدس نیست خاص به شلوم. پس در دستور نهم که به اصطلاح میفرماد برای دوستت و هم نوعت شهادت دروغ مده، این در مقابل نگهداری شبات. دستور پنجم از ده فرمان یعنی پدر مادرت رو محترم بدون، این در مقابل دستور دهم هست که به اصطلاح لوتخموده، اموال رفیقت رو آرزو مبر. وقتی که شخصی از دوست و یا همسایه خودش حسد میخوره که چرا من همانند او نیستم، چرا چیزی که او داره من ندارم، چرا اون امتیاز داره من ندارم، منظور که از داشته های خودش خرسند و راضی نیست و مرتب چشمش به اون اموال دوست و همسایش است، در نتیجه از امکاناتی که پدر آسمانی یا هشم دوباره در اختیار او قرار داده راضی و خوشحال نیست، یعنی به قسمت خودش راضی نیست، در نتیجه احترامی برای هشم قائل نخواهد شد، احترامی برای پدر خودش قائل نخواهد شد، در نتیجه برای احترام پدر و مادر رو رعایت کردن باید به قسمت خود راضی بود و چشم داشتی به اموال دیگران نداشت و به زبان ساده آرزوی داشته های دیگران رو نداشت و به اصطلاح حسرت زندگی مردم رو به دل خودش راه نده و به تمام داده ها و نداده های
پدر آسمانی و هشم برخ راضی و خوشنود باشه. با آرزوی روزهای بسیار خوب و خوش و پر از آسایش و امنیت، شالوم و برکات.